میدونید پرونده نوروز سال 2009 با 7 کشور ارسال شد و ثبت شد و 5 کشور دیگه به دلیل اینکه هم مدارکشون ناقص بود یا اون زمان آمادگی همراهی نداشتن با پرونده، درخواستشون رو فرستادن و ما تایید کردیم و در نهایت ما 3 دوره اجلاس گذاشتیم تا این در واقع به ثبت جهانی رسید با 12 کشور. اتفاقی که افتاد این بود که در بین اجلاس ما طرح کردیم که خب ما فقط نوروز رو نداریم. نوروز یکی از جشن‌های حوزه فرهنگ ایرانی هست و جشن یلدا، جشن مهرگان، جشن تیرگان و حتی جشن‌های زرتشتی مثل جشن سده، اینها قابلیت این رو داره که ما در این حوزه فرهنگی بهش بپردازیم و اونها رو هم به صورت مشترک ثبت بکنیم. این پیشنهاد اون زمان تهیه شد، من هم متن پیشنهاد رو تهیه کردم هم ترجمهش کردیم و اون زمان از طریق دفتر ثبت رو سایت یونسکو بارگذاری شد. پرونده یلدا از اون سال با چند کشور رایزنی شد، نامنگاری شد. در نهایت ما این نامنگاری ها رو انجام دادیم و 3 بار این پرونده تهیه شد. ما با تمام کشورهای حوزه نوروز مکاتبه کردیم، هم در پرونده نوروز و هم در پرونده یلدا در بخش پهنه جغرافیایی، گستره جغرافیایی این توضیح داده شده که این اثر مربوط به بخشی از جهانه که درک کردن در این زمان از سال این اتفاق میفته از نظر نجومی، از نظر طبیعی. بنابراین گستره اثر رو ما هیچ وقت محدود نکردیم، گفتیم گستره جغرافیاییش این گستره فلات ایران و حواشی فلات ایرانه، اما گستره جغرافیایی که در اثر در نهایت ثبت میشه در یونسکو، عرض کردم به دلیلی که کنوانسیون 2003 دولت‌ها و مرزهای سیاسی رو برای ثبت اثر میشناسه، گستره سیاسیش مرز کشور ایران و افغانستانه. ولی در پرونده توضیح داده شده که محدود به اینجا نیست. در تمام جشن‌های اینچنینی ما مثل نوروز، یلدا، تیرگان، مهرگان یک سفره‌ای دارن که این سفره نشان دهنده شکرگزاری از برکتی است که از زمین به ما میرسه. اصلا سفره معنیش اینه. این که ما در جشن‌هامون سفره میندازیم، جشن عقد، جشن سال نو، جشن یلدا، جشن مهرگان، تیرگان یا هر کدوم از این جشن‌های دیگه سفره دارن، سفره انگار یک نشانه کوچکی است از زمین. چون جشن اصلا یعنی شکرگزاری. بنابراین این سفره‌ای هم که گذاشته میشه سفره شکرگزاری. هفت سین یکی از سفره‌های نوروزی ماست. هفت سین مال یک بخش از حوزه فرهنگی نوروز، همه فرهنگ نوروز هفت سین نداره، ولی سفره نوروزی داره. سفره‌ها یه سری اجزای مشترک دارن که در بعضی از این سفره‌ها حذف شده به مرور زمان، تو بعضی‌هاش هم هست همچنان. آینه، آب، چراغ و شیرینی. به اضافه کتاب، حالا اون کتاب هم کتاب مقدسه هم کتاب شعری است که مورد وثوق مردمه. در تمام جشن‌های ما یک بخش آرزوخواهی وجود داره. چرا؟ چون همه افرادی که دور اون سفره نشستن و دارن شکرگزاری میکنن یک حس خوب داره ازشون متساعد میشه. بنابراین تو اون حال اولین چیزی که به ذهن هر کدومشون میرسه اینه که دعا کنن برای هم دیگه. حالا این آرزوخواهی در تمام این سفره‌ها یک جنبه مشترک حداقل برای ما ایرانی‌ها پیدا کرده و اونم خوندن فال حافظه.